خیلی استفاده از قرص های ضد افسردگی، چیزایی که بخواد حال و روحیه رو با قرص و اینا عوض بکنن هم زیاد شده، هم بیشتر و بیشتر هم هست، حتی به هم دیگه قرص تعارف میکنن. در مورد اینم اگه میشه یه توضیحی بدید. بله، بازم مثل مواد مخدر میمونه، من قضاوتتون نمیکنم، فقط میخوام بهتون بگم که اونم مثل مواد فقط شما رو بیحس میکنه و من نتیجه استفاده از قرص ها رو دیدم، روز به روز حالتون بدتر میشه، از این قرص به اون قرص میرید، هیچ مغزتون مخشوش میشه، دست و پاتون و کارهاتون رو انجام نمیدید، حالتون بدتر میشه، روز به روز صداهای توی سرتون بلندتر میشه. میخوام اینو بدونید که آدما فکر میکنن این قرصا حالشون رو خوب میکنه. من درست برعکسش رو دیدم، من درست دیدم روز به روز حالتون بدتر بشه. میخواید ادامه بدید؟ میل خودتونه. من بهتون قول میدم، قول میدم، ما به خصوص توی کارگاه هایی که انجام میدیم همه کسایی که میان قرصاشون رو کنار میذارن. درسته که بعضیا بعدها میرن دوباره شاید به قرص رو میارن، ولی میخوام بهتون بگم که در اون مدتی که میان و آزاد میشن و رها میشن و قرص رو کنار میذارن، اعتیاد رو کنار میذارن، سیگار رو کنار میذارن، مواد مخدر رو، مشروب رو، انقدر حال خوبی پیدا میکنن، انقدر بدنشون سالم میشه، پر از عشق میشه. امتحانش کنی، یواش 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 اون قرص ها رو کنار بذارین. اگه کمک لازم دارین به ما بگین. خب بیاید کارگاه ثبت نام بکنید، قرص و مواد مخدرتون رو کنار بذارین. این تبلیغ نیست، این راه آزادیتونه. خواستید بیاید به ما ملحق بشید، ما راهش رو پیدا کردیم. نخواستیم هم نیاید، خودتون قرصاتون رو بذارین کنار، ببینید که چقدر حالتون میتونه بهتر بشه. منتها چیزی که من دیدم اینه که چون اون قرص ها رو برای یه مدتی خوردید، نمیدونید چه جوری حال خوبی داشته باشید، بهتون توصیه میکنم که بیاید کارگاه، که ما راه خوبی، خوب زندگی کردن رو بهتون یاد بدیم، که وقتی اون قرص ها رو گذاشتین کنار بلد باشید چه جوری درست زندگی بکنید، که دیگه به قرص رجوع نکنید و واقعا از راه عشق، از راه بخشش، از راه سخاوت، از راه شادی، از راه سالم بودن، از راه روابط خوب داشتن زندگی کنید. این توصیه منه بهتون و راهشو بلدم و دلم میخواد که بهتون یاد بدم، تا همه هموطنهای من، نه تنها هموطنهای من، تمام مردم دنیا بتونن از راه سالم با عشق زندگی بکنن، تا ما دنیای بهتری رو بسازیم. و ازتون میخوام واقعا بیاید به این راه، بیاید به ما ملحق بشید، بذارید عده ما روز به روز بیشتر بشه و خودتون ببینین که چقدر راه خوبیه، چقدر راهیه که واقعا به آزادی، به موفقیت، به درست زندگی کردن، به شاد بودن منجر میشه. اینم بهتون بگم، همه آدمایی که میان بر علیه ما تبلیغ میکنن به خاطر اینی که از این راه میترسن، برای اینکه میدونن اگر این راه عده خیلی زیادی بهش رو بیارن، دیگه هیچ کس نمیتونه کنترلشون بکنه با ترس، با مواد، با دروغ، با خیانت، با خشونت، کسی نمیتونه آقاشون بشه، بالای سرشون بیسته. چون وقتی که یه انسانی برای خودش فکر میکنه و فردیت خودش رو پیدا کرده، از هیچ چی نمیترسه، هیچ کس نمیتونه بهش بگه که تو چجوری فکر کن، چجوری باور کن، چجوری زندگی کن. برای خودش فکر میکنه و از درون آزاده. بیاید و این راهو برای خودتون تجربه بکنید. فقط همین ازتون میخوام، فقط این تجربه رو به خودتون بدید و بعد ببینید، یا یکی رو پیدا بکنید که از این راه رفته، ازش یاد بگیرید، لااقل مینیمم این کار رو برای خودتون بکنید. خانم دکتر، اول برنامه گفتید من چیکار کردم با این حال و اوضاع، یکیش نوشتنه، چیز دیگه اینه که با بچه‌ها به خصوص فارغ التحصیلا با دوستای خودم با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم و انقدر این صمیمیت وجود داره که عزامون با هم دیگه است، خنده هامون با هم دیگه است، شادیمون با هم دیگه است و یک صمیمیت خاصی بینمون وجود داره که من احساس میکنم واقعا یک خانواده اینجا دارم. برای همین میخوام تاریخ کارگاه رو اگه شما اجازه بدین عزیزان بگم، که اگر مایل هستن که شرکت بکنن،
اولین و اصلی ترین اتفاق اینه که یک خانواده دیگه پیدا میکنی، یک سری آدم هایی که خیلی بهتون نزدیک شاد و سالم.